خب بحث بعدی قانون اول ترمودینامیک برای سیستم وسته هست. قانون اول ترمودینامیک بیان کننده این موضوع هست که تغییرات انرژی در یک سیستم وسته برابر است با ورود انرژی منهای خروج انرژی. تغییرات انرژی با دلتا ای میتونیم نشون بدیم که دلتا ای شامل تغییرات انرژی داخلی، تغییرات انرژی جنبشی و تغییرات انرژی پتانسیل هست. ورود و خروج انرژی خب توسط کار و حرارت صورت میگیره. همونطور که قبلا هم به صورت یک قاعده بیان کردیم، حرارت ورودی مثبت و کار خروجی هم مثبت هست. در نتیجه در قانون اول ورود انرژی با Q و خروج انرژی با W خواهد بود. Q منهای W مساوی با دلتا E و معمولا تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل در مسائل ترمودینامیک کمتر اتفاق میفته و دلتا E به دلتا U تبدیل میشه. در بحث ورود انرژی کار هم میتونه ورودی باشه، اما در واقع باید مد نظر داشته باشیم که کار ورودی منفی هست، ما باید یک علامت منفی قرار بدیم، یا حرارت خروجی منفی هست در قانون اول، پس باید یک منفی دیگه قرار بگیره در رابطه. به عبارتی هر آنچه که وارد بشه به سیستم در واقع برای ما مثبت خواهد بود و هر آنچه که از سیستم خارج بشه، چه به صورت حرارت چه به صورت کار، منفی خواهد بود. اما به طور کلی قانون اول به شکل Q منهای W مساوی با دلتا U بیان میشه. برای یک سیکل قانون اول به این صورت خواهد بود که چون انرژی یک خاصیت هست و تابع نقطه‌ای، وقتی در واقع یک سیستم یک سیکل رو طی میکنه، تغییرات انرژی صفر خواهد شد، چون از یک نقطه شروع شده و دوباره به همون نقطه برگشت پیدا کرده. انرژی تابع نقطه‌ای هست، تغییرات انرژی نخواهیم داشت. در نتیجه قانون اول برابر خواهد شد با تغییرات حرارت یا بالانس حرارت برابر شد با بالانس کار. موازنه حرارت برابر خواهد شد با موازنه کار. یا به صورت کلی انتگرال حرارت دلتا کیو مساوی خواهد شد با انتگرال دلتا دبلیو. در نتیجه مطابق شکل زیر سطح محصول در یک سیکل، خب قبلا هم گفتیم سطح محصول یا سطح زیر نمودار برای ما در واقع کار را بیان میکنه، سطح محصول شده برابر با کار خواهد بود و طبق قانون اول برابر با حرارت هم خواهد بود برای یک سیکل. خب یک مثالی رو برای قانون اول اینجا با هم حل کنیم. یک سیستم سیلنتیسون حاوی 25 گرم آب بخار اشباء در فشار 300 کیلوپاسکال هست. فشار ثابت نگه داشته میشه. فرایند فشار ثابت هست. یک گرم کن برقی داخل سیلندر روشن شده و جریان الکتریکی 0.2 آمپر برای 5 دقیقه از یک منبع 120 ولت میگذره. حرارت به میزان 3.7 کیلوژول از سیستم اتلاف میشه. از ما خواسته دمای نهایی سیستم رو تعیین کنیم. خب یک فرایند فشار ثابت هست در حالت بخار اشباع، در واقع دما افزایش پیدا کرده، حجم افزایش پیدا میکنه، در نتیجه به ناحیه بخار مافوق گرم خواهد رفت. تشخیص نوع فرایند در تعیین پارامترها و مطلوبات مسئله به ما کمک خواهد کرد. خب برای این مسئله ما میتونیم قانون اول رو به این شکل بنویسیم: Q منهای W مساوی با دلتا U. تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل نداریم. حرارت رو باید تعیین کنیم. کار از دو نوع هست، یک کاری که ناشی از جریان الکتریکی هست و یکی هم کار خود پیستون که به صورت فشار ثابت انجام میشه. کار المنت و اون جریان الکتریکی از رابطه V ضرب در I ضرب در دلتا T بیان میشه، چون توان الکتریکی رابطه که براش از دروس برق داریم V ضرب در I هست. 120 ولت ضرب در 0.2 آمپر ضرب در مدت زمان که 300 ثانیه هست برای ما کار رو مشخص میکنه. چون در روابط ما به صورت کیلوژول استفاده میکنیم، تقسیم بر 1000 هم انجام میشه تا مقدار کار در واقع بر حسب کیلوژول به دست بیاد. تغییرات حجم همونطور که گفتیم برای ما تولید کننده کار هست. کار خروجی محسوب میشه چون حجم افزایش پیدا کرده.
کار توسط سیستم انجام شده، وقتی کار توسط سیستم انجام بشه میشه کار خروجی، وقتی کار به سیستم اعمال بشه میشه کار ورودی. پس به صورت پی دلتا وی بیان میشه و طرف راست رابطه دلتا یو. اگر ما قسمت پی دلتا وی رو به سمت راست رابطه منتقل کنیم و چون فشار ثابته میتونیم بنویسیم یو دو به علاوه پی دو وی دو به جای پی سر، یا اون فشار داخل گاز چون ثابت هست هم میتونیم پی دو قرار بدیم و هم پی یک برای ساده نویسی در کنار یو دو پی دو وی دو مینویسیم و در کنار یو یک پی یک وی یک مینویسیم. جمع یو به علاوه پی وی در دروس ترمودینامیک برابر با انتالپی هست و خیلی هم ازش استفاده میشه، در جداول ترمودینامیک هم وجود داره. یو به علاوه پی وی به ما اچ رو که به عنوان انتالپی هست تعیین میکنه. پس یو دو به علاوه پی دو وی دو برابر با اچ دو خواهد بود و یو یک به علاوه پی یک وی یک اچ یک خواهد بود. در جداول ترمودینامیک این مقدار رو داریم به عنوان انتالپی. پس رابطه ساده تر میشه. کیو منهای دبلیو مساوی با دلتا. به عبارتی برای فرایندهای فشار ثابت میتونیم از این رابطه استفاده کنیم. کیو منهای دبلیو مساوی با دلتا اچ برای یک سیستم بسته. خب کیو حرارت اتلافی هست. وقتی اتلاف بشه خارج بشه از سیستم اینجا منفی قرار میگیره. حرارت ورودی مثبت، حرارت خروجی منفی. منفی 3.7. کار الکتریکی هست، به سیستم اعمال شده، ورودی هست، مقدارش میشه منفی. گفتیم کار ورودی منفی، یک منفی هم در خود فرمول هست و این میشه مثبت. H2 منهای H1، خب مقدار جرم مشخص هست. H در واحد جرم به صورت در واقع با حرف کوچیک بیان میشه، H2 منهای H1. H1 چون فشار مشخص هست و در واقع بخارش باید از جدول ترمودینامیک برابر خواهد شد با 2725.3، از این رابطه H2 تعیین میشه. با دانستن H2 و اینکه فشار تغییری نکرده، فشار همون 300 کیلوپاسکال هست، میتونیم به جداول ترمودینامیک مراجعه بکنیم. دما تعیین خواهد شد. دما خواهد شد 200 درجه سانتیگراد. یک مخزن صلب به حجم 5 متر مکعب حاوی 500 متر مکعب آب مایع اشباع و 4.95 متر مکعب بخار اشباع در فشار 0.1 مگاپاسکال قرار دارد. حرارت به مخزن منتقل میشه تا اینکه مخزن پر از بخار اشباع بشه. فشار نهایی و میزان انتقال حرارت در این فرآیند را تعیین نمایید. خب همیشه گفتم باید در مسائل ترمودینامیک ابتدا نوع فرآیند رو تشخیص بدیم. این فرآیند یک فرآیند حجم ثابت هست. از نقطه یک که ناحیه دو فازی در نمودار تیوی قرار داره به نقطه دو منتقل میشه که پر از بخار اشباع هست، در واقع روی خط بخار اشباع قرار میگیره در یک طی یک فرایند حجم ثابت. این فرایند کاری رو هم انجام نخواهد داد چون تغییرات حجم برای کل سیستم نداریم. در نتیجه از قانون اول کیو مساوی با دلتا یو خواهد بود. کیو مساوی با دلتا یو خواهد بود. کاری که نداریم، تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل هم نداریم. رابطه به صورت کیو مساوی با دلتا یو خلاصه خواهد شد. خب لازمه برای اینکه ما در واقع حرارت منتقل شده رو تعیین بکنیم و فشار نهایی رو هم تعیین بکنیم، ابتدا انرژی داخلی رو در حالت یک تعیین بکنیم. برای این منظور لازم مقدار خواص سیستم رو در حالت یک تعیین بکنیم. خب ما میدونیم که 500 متر مکعب آبی مایع هست. برای فشار 0.1 MPa نوع F رو از جدول میتونیم بخونیم. 2.01043 تقسیم حجم، دوباره میگم تقسیم حجم بر نویه به ما جرم مایع رو خواهد داد. تقسیم حجم قسمت بخار 4.95 تقسیم بر نویه جی مقدار جرم بخار رو خواهد داد. خب پس جرم کل به دست میاد. انرژی داخلی در حالت یک هم به دست میاد. مقدار جرم برای هر قسمت مشخصه. مقدار جرم مایع 47.94 ضرب در یوی اف که جدول ترمودینامیک میتونیم بخونیم به علاوه جرم بخار ضرب در یو جی به ما انرژی داخلی کل رو در حالت اول میده. حالت نهایی چه اطلاعاتی داریم؟ حجم میدونیم تغییر نکرده، جرم هم تغییر نخواهد کرد، حجم مخصوص نهایی به دست میاد 0.9831. خب به صورت بخار اشباع هست.
به صورت بخار اشباع هست، باید در جداول ترمودینامیک به دنبال فشار و انرژی داخلی باشیم که نویجی برابر هست با 0.98.31. شرایط نهایی فرایند با این اطلاعات تعیین میشه. ما در واقع دو تا اطلاع داریم، یکی اینکه حجم مخصوص رو داریم و یکی دیگه اینکه میدونیم که بخار اشباع هست. خب در فشار 2.0 مگاپاسکال در جدول ترمودینامیک این مقدار نو نویجی خواهد بود، پس فشار نهایی تعیین میشه و انرژی داخلی نهایی هم تعیین میشه. یو دو برابر با یو جی در این فشار خواهد شد، 2600.5 خواهد بود، در واحد جرم هست، ضرب در جرم سیستم مشخص شد، انرژی داخلی نهایی رو برای ما تعیین خواهد کرد. حالا با دانستن انرژی داخلی نهایی منهای انرژی داخلی اولیه، مقدار حرارت سیستم به دست خواهد اومد، 132261 منهای 27326 مقدار 104935 کیلو ژول حرارتی هست که به سیستم منتقل میشه.